چین باز یک کنی نوبتی را در تاجیکستان به دست آورد. تاجیکستان تا حال قشاق‌ترین کشور در منطقه باقی میماند. رئیس جمهوری ترکمنستان نقلیات ورزشی را اختراع نمود. رحمان در رفت سفر کاری خود به ناحیه عینی ولایت سوخت سنگ اولین نوبتی را به پایدیوار ساختمانی بزرگترین شرکت تیلاکاوی تالکا گولد که 50% آن به چینی ها متعلق است گذاشت. طبق معلومات پیشکی حجم استحصال تیلا در اول سال 2020 در شرکت مذکور 1.5 تنه و استحصال سرمه 16 تنه را تشکیل خواهد کرد. پس از بکار در آورده شدن شرکت مذکور، تاجیکستان با استخراج و استحصال سرمه در جهان پس از چین و روسیه جای سیوم را اشغال می نماید. چی طوری که در اطلاع خدمات مطبوعاتی گفته شده است، حجم عمومی ذخیره های سرمه صنعتی و غیر صنعتی 265 هزار تنه و تیلا 50 تنه را تشکیل می کند. اقتصادچیان قید میکنند که تاجیکستان با کندنی های فایدناک خیلی بای است، ولی زیاده از 50% ذخیره های کنده شده را شرکت های خارجی صاحبی میکنند که اکثریت آنها شرکت های چینی میباشند. متخصصان در آینده میتوانند این سوها را پیش سوشید بفکرم، اما گوشت خوردگیم، اما گوشت خوردم تمام. تاجیکستان یکی از قشاق‌ترین کشور در منطقه آسیای مرکزی اعتراف گردید. در این خصوص در معرضه کمیته آماری بین دولتی اتحادی دولت‌های مشترک مانیتورینگ نشاندادهای هدف‌های رشد استوار در منطقه اتحادی دولت‌های مشترک گفته شده است. چی طوری که تحقیقات نشان می‌دهد حصه اهالی تاجیکستان که در شرایط کم بضاعتی زندگی می‌کند سال 2016 30.3% را تشکیل نمود. بنابر اطلاعی بانک جهانی از 5.1 کودک از گرسنگی اذیت می‌کشد. غیر از این طبق اطلاع معروضه قبلا نشر گردیده تشکیلات آزوقواری و خواجگی‌داری سازمان ملل متحد در تاجیکستان از نیم گرسنگی 3.1 اهالی یعنی 2.6 میلیون نفر قرار دارند. باقی مانده کشورهای آسیای مرکزی نیز از تاجیکستان عقب نماندند. با عقیده پروفسوری کافیدره مناسبت های بین المللی اقتصادی دانشگاه روسی دوستی خلقها این اندرانه و کشورهای آسیای مرکزی به گروه دولت های قشاق‌ترین جهان داخل می شوند. Ну, по крайней мере, мы можем сказать, что действительно проблемы с экономическим развитием и в Узбекистане, и в Таджикистане, они объективно есть. Средняя заработная плата и уровень доходов в этих странах, все равно они по всем классификациям существующим и по реальному положению, это действительно беднейшие страны. Они входят в группу беднейших стран, это правда, к сожалению, к огромному нашему. سنه 19 ایون رئیس جمهوری ترکمنستان بردی محمدوف با پسرش نماینده مجلس به مرکز ورزش نقلیات تشریف آوردند. رئیس جمهوری ترکمنستان با یاری طرح ریزی خود از نو نقلیات را مجهز نمود و نقلیات ورزشی را اختراع کرده در آنجا امکانیت های آن را در چارچوبه افترالی بین المللی امول حضر 2018 از سنجش گذرانید. در وسایط اخبار عامه حکومت حادثه مذکور همچون یکی از موفقیت های بردی محمدوف و کشور ترکمنستان وسیع پهن کرده شد. حادثه مذکور را در آژانسی اطلاعاتی دولتی چنین نقل نمودند. یکی از هدف های اساسی مسابقه در نظر داشته شده به جهان سیمای نوی ترکمنستان را همچون کشوری با طبیعت بی‌نظیر و توانایی اقتصادی بزرگ که صرفه‌کارانه و از نسل به نسل تاریخی و مدنیتی و میراث معنوی انتقال کرده شده است نمایش کردن می باشد. سرور دولت برای آنکه نقلیات واضح و نظر بخش گردیدن و در عین زمان روحیه ورزشی را جمع نموده قوه و عرف و عادت را که در مدنیت مردمی ترکمن خاص بوده را با یک چند لایحه اولین آرایش دادن نقلیات ها را پیشنهاد نمود. سپس با مقصد سنجش گذرانی نقلیات گویا از نو اختراع کرده خود بردی محمدوف به جای شافیار نشست و پسرش باشد به جای راه بلد نشست. یادرس میکنیم که رئیس جمهوری ترکمنستان بردی محمدوف با عملهای بیمانی خود میدان اطلاعاتی را به حیرت میارد. حتی در میانی حاکمان افتاریتری آسیای مرکزی عملهایش غلط تر میباشد. ترکمنستان